خیلی متشکر آقای دکتر، استفاده کردیم از صحبت شما. من از دوستان عزیز خواهش میکنم اگر سوالی هست میتونن دست خودشون رو بالا ببرن با این بس این قسمت هند رایزینگ یا به شکل قسمت چت اعلام بکنن. حتی خودم هم دو تا سوال دارم. من اول سوال رو مطرح میکنم آقای دکتر خدمت شما هست. همینطور که حالا دوستان اطلاع دارن، شما چندین جلسه هست که حالا بحث اسلام و قدرت و چالش اسلام و قدرت رو پیگیری میکنید. خب بیس مطالب هم برمیگرده به حالا مطالبی که آقای دکتر سروش داشتن توی صحبتشون. من خب اون رو رفت بدم به بحث امروز. اولین مباحثی که آقای دکتر سروش داشتن بحث قبض و بسط تئوریک شریعت بود، یعنی از اونجا کلید خورد این مباحث که خب احتمالا خیلی از دوستانم کتابو خوندن. یکی از اصلی ترین مباحثی که اونجا صحبت میشه این هستش که هر کدوم از علمای دین که صحبتی داشتن، حالا از بزرگترینشون تا معمولی ترین، به هر حال برداشت خودشون رو از دین اعلام کردن و حالا این مجموعاً شده اون چیزی که الان به دست ما رسیده به عنوان دین و ما هیچ وقت نمیتوانیم دقیقاً پی ببریم که شارع مقدس چی گفته. الان این سوال برای خب خیلی ممکنه وجود داشته باشه. الان ما چیزی که به عنوان دین یا حتی همون هسته سخت میشناسیم چیزی است که خب در قرآن ذکر شده، در به قول معروف همون منابعی که شما فرمودید ذکر شده و طبق گفته خودتون باید بر مبنای کسانی که تخصص دارن در این امر به قول معروف برداشت های خودشون رو اعلام بکنن و به سوالات پاسخ بدن. حالا ما از کجا بفهمیم کی ببینید سوال این هست که الان مثلا آیت الله مصباح یزدی تخصص در دین دارد، آیت الله جوادی آملی تخصص در دین دارد، آیت الله مثلا شوبری زنجانی تخصص در دین دارد، آیت الله بهجت هم تخصص در دین دارند، ولی خب در خیلی از زمین ها، خیلی از صحبت ها و مطالبی که این بزرگواران گفتن در خیلی از زمین ها ممکن اصلا مخالف هم دیگه باشه. ما از کجا بفهمیم که کدوم برداشت، کدوم ارائه نزدیکتر هست به اون چیزی که به قول معروف اصل شارع مقدس مد نظرش بوده؟ بله، سوال اول بنده هست. بله، بسیار سوال خوبی است. خب تو بسم الله الرحمن الرحیم، توی همون مباحث چالش اسلام قدرت من تمام شده، 15 جلسه بود. خصوصا دوستان رو دعوت میکنم جلسه 14 و 15 رو و خصوصا 15 رو با دقت بیشتری مطالعه کنند. هم متن کتبیش هست، هم صوتی و تصویریش هست. متن کتبیش البته کامل تره چون پاورقی داره، همش مستنده و تکمیل شده آنچه که شفاهن خونده شده از روی متن. اونجا بین دین و معرفت دینی تفکیک قائل شدند که حرف درستی است، منم تایید کردم. و بعد هم گفته شده که معرفت دین عصری است و تابع معرفت بشری است. هر تغییری در هر معرفت بشری اتفاق بیفتد، در هر معرفت دینی این تغییر نشون میده، که این حرف بسیار گزافی است. به صورت قضیه موجبه جزئیه پذیرفتنی است که برخی معارف دینی با برخی معارف غیر دینی تعامل دارند و احیانا برخی معارف غیر دینی بر برخی معارف دینی تأثیر میگذارند. اما اینکه هر تغییری در آن باعث هر تغییر در این شود، این اونجا اشاره کردم که هیچ دلیل قانع کننده برش اقامه نشده، بلکه دلیل بر خلافش هست. اما اینکه آراء دانشمندان مختلف است، این اختصاصی به اسلام نداره، اختصاصی به ادیان ابراهیمی نداره، اختصاصی به حتی علوم انسانی نداره. ببینید، شما تو هر رشته علوم انسانی باشید، حالا من رشته های ریاضی و علوم تجربی رو نمیگم که اونجا اختلافات کمتره چون فکت هست، راحتی میتونه آزمایش بکنه، تایید میکنه یا تکذیب میکنه، همونجا هم تفسیرها متفاوته. اما در علوم انسانی که لااقل من برخیش رو به شکل عمومی درس گرفتم و آشنا هستم، میتونم به شما بگم که آیا همه روانشناسان یک جوره یک گونه فکر میکنن؟
من یادم هست در کلاس بستر روانشناسی که گذروندم 11 نظریه مختلف در مورد شخصیت انسان ارائه شد، هیچ کدومش هم دیگری رو تایید نمی کرد. خب حالا چون همچون چیزیست، مثلا روانشناسی رو بذاریم کنار، بگیم تخصص در روانشناسی لازم نیست، میدونید این مباحثی که داره گفته میشه شبیه به این است، چون علمای اسلام اختلاف نظر دارن، متخصصان اسلام اختلاف نظر دارن، پس همشون کنار، تعارضا تساقطا میذاریمشون کنار، در نتیجه خودمون بدون تخصص میام شروع میکنیم به عنوان یک داروساز، به عنوان یک شیمیست، به عنوان یک مهندس، به عنوان یک پزشک میام در مورد علوم اسلامی سر نظر میکنیم. این همونقدر حرف قابل مناقشه هست که ما بگیم چون علمای روانشناسی، روانشناسان با هم اختلاف نظر دارن، چون جامعه شناسان الان در مورد جامعه شناسی انقلاب یکی از دغدغه های من بوده، هیچ تفسیر واحدی وجود نداره. چرا تو ایران انقلاب شد؟ یه تفسیر وجود داره، تا همین الان حداقل 4 تفسیر مختلف داده شده، همدیگر تایید نمیکنن هیچ کدومشون. آیا معناش اینه که ما اصلا بحث جامعه شناسی انقلاب بذاریم کنار چون اختلاف نظره؟ خب قطعا نه. میام در حوزه دین، در حوزه دین یعنی مثلا علمای یهودی که با از ما تجربه بیشتری، چندین قرن از ما تجربه بیشتری داره و همه مشکلات رو هم داره، چه کردن با این مباحثشون؟ بین علمای کاتولیک و پروتستان باز همین مشکلات هست، اختلاف نظرهای متفاوت جدی با هم دیگه دارن، در هر ده ببینید خونین هم بوده، یعنی اختلافاتشون به مراتب همدیگه رو کشتند. این کشتارها واقعا در عالم اسلام بسیار بسیار کمتر بوده یا نبوده در این حدی که اونجا بود. یا یعنی در مورد خود عالم اسلام، خب ما اختلاف نظر در میان مذاهب داریم، مذاهب کلامی مختلف داریم، مذاهب فقهی مختلف داریم، در هر مذهب کلامی، هر مذهب فقهی هم آراء متفاوت داریم. حالا بیام دقیقاً حالی بحث اعتقادی رو بعداً مطرح میکنم، مثلا وقتی بحث عدالت خداوند مطرح میشه، خب یه کسی میگه اصلا ما نیازی به بحث نداریم، خدا هر کاری بکنه عین عدالت است. اکثریت مسلمان اینجوری دارن فکر میکنن. خب یه اقلیتی از اهل سنت که اینا منقرض شدن، معتزله و شیعیان میگن نه خدا عادل است، اینکه عدل یکی از مذاهب امامیه است، یعنی میگه من خدا رو عادل میدونم، نه اینکه هر کاری خدا کرد عادلانه است، خدا باید عدالت بورزد، همونطور که میگه کتب علی نفس الرحمه کتب علی نفس العداله، هر دوتاش هست. خب این دوتا خیلی خیلی برداشت متفاوت در میان شیعیان. ما اصولیین داریم و اخباریون. خب اخباریون شیعه که اقلیتی بسیار کوچک هستن و نوعا منقرض شده، فقط آثارشون باقی مونده، اینا میگن نه این قابل شناخت نیست، همون عدالت قابل شناخت نیست، ما فقط باید بریم سراغ روایات، اصلا قرآن رو نمیتونیم بفهمیم، قرآن فقط ائمه میتونن بفهمن. خب اینا هم وجود دارن، هم اینا هستن میان میگن قرآن 3 جلد بوده، 1 جلدش به دست ما رسید، 2 جلدش نیست، توش همش نوشته بوده در مورد حضرت علی و فضائل ائمه اهل بیت، مشتی آدم نادون هم میاد حرفا رو میپذیرن یا بیان میکنن یا ابراز میکنن. بعد میام سراغ همین علمای شیعه اصولی. خب وقتی میرسن تفسیر مختلف دارن، معناش این نیست که چون متخصصن درست میگن. دو تا شرط داشتیم، یکی این هم سازگاری با کتاب و سنت هم بود، اون شرط دومش بود، اما از اون سمت نباید از اون سمت طرف باب هم بیافتیم. یعنی وقتی میخواد در مورد مباحث هسته سخت اسلام اظهار نظر بکنید، هم شرط تخصص لازم است، چون ما نابغه نیستیم، ما علم غیب هم نداریم، اگه کسی دارد بنده ندارم، باید بریم درس بخونیم، درسمون هم باید مشخص باشه که این درس رو پیش استاد خوندم، چون وقتی خود خوان باشد بنده به تجربه کسب کردم، افراد غیر نابغه اون جهتهای اصلی رو فقط از نزد استاد میتونن یاد بگیرن، این سیر مطالعاتی اینا من اصلا قبول ندارم، باعث انحراف میشود. از جوانی هم بودم یه سیر مطالعاتی میدادم، یه سیر مطالعاتی من مارکسیستا بود میدادم، ما شیوهمون شیوه شاگرد استادی بوده، بریم پیش استاد یاد بگیریم، حالا چه عرفان یاد بگیریم، اهل سیر سلوک باشیم، چه میخوایم فلسفه یاد بگیریم، چه میخوایم تفسیر یاد بگیریم، چه میخوایم فلسفه یاد بگیریم، همش نیاز به استاد داره. استادم معناش نیست که بریم تو حوزه و روحانی بشیم، برید پیش استاد فن تو دانشگاه، هر دانشگاهی،
هر حوزه ای یاد بگیریم. بعد تازه وقتی ما ذکر تصریح کردم گفتم عالم بودن معناش معصوم بودن نیست، فقط زنی به خطا رو کم میکنن. همین آقایون که اسم بردی حرف حسابم زیاد دارن، هر دوتاش استاد من بودن، یا مستقیم و غیر مستقیم. من پیش هر دوتاشون درس خوندم، نوشتمم توی سرگذشت خودم، باشم اختلاف نظر دارم. این معنا نمیشه که چون فرض کنین آقای مصباح یزدی در سیاست خراب کرده، پس هر چیزی گفت در دیگر مباحث هم نادرست است. خیلی حرف درست هم زده، اما وقتی میرسه به بحث خشونت و لزوم به کارگیری خشونت، متاسفانه تفسیرش غلط است، یا به نظر ما غلط است. آقای جوادی بنده عرفان، تفسیر، فلسفه ازش بیش از 10 سال خوندم، یکی از دو استاد اصلی من بوده، از قبل از سال 58 من باش آشنا، قبل از آقای منتظری بنده با ایشون آشنا بودم. من سالها بعد خدمت آقای منتظری رسیدم، 10 سال فقط تفسیر نزد ایشون خوندم، هنوزم به عنوان یک مفسر قوی قبولش دارم، عارف خوبی است، همه اینا خوب است. اما وقتی میرسه به با سیاسی، خب تصمیمش به نظر من نادرست است. من این تفکیک رو میذارم. اگه شما فکر میکنید که صرفا باید برید سراغ کسی، اکثر بذارید راحت براتون بگم، اکثر اساتید من در حوزه های علم، در حوزه علمی قوم، افرادی بودن که بلا سیاسی دقیقا مخالف مشه امروز من هستن، اکثر قریب به اتفاقش. من وقتی استاد انتخاب میکردم چک نمیکردم ایشون بلا سیاسی آدم خوبی هستن یا نه، یا یعنی برخورد ایدئولوژیکه میسنجیدم ببینم ایشون سواد اون رشته رو دارد یا ندارد. قرارم نیست که ما در سیاست از اینا تقلید بکنیم، از گوش چشمتون بیرون بیارید. فکر نکنید چون آقا تصمیم غلط سیاسی گرفت پس هر حرفی در هر جا میزند درست است، یا اگر کسی تصمیم سیاسی درست گرفت هر حرف دینی میزند درست است. خب برید دنبال فعالان سیاسی، برید مقلد فعالان سیاسی بشی. اینا با هم من معتقد هستم مسائل سیاسی کلا با مسائل دینی متفاوت است، راه تشخیصشون متفاوت است. فکرم نکنید اگر کسی خوب تفسیر قرآن کرد، یا خوب فرض بکنید مباحث الهیاتی تبیین کرد، یا خوب عرفان گفت، یا خوب فقه گفت، این لزوما سیاستمدار خوبی هم هست. اتفاقا برعکس است، سیاستمداری راه و روش دیگری میطلبد. سیاست اتفاقا فلاسفه، عرفا، فقها بدترین سیاستمداران هستند، چون همش تو کلیات هستند و جزئیات، مصادیق که کار اصلی سیاستمدار است رو درک نمی‌کنند. خب این کلیت بس. اما رو برگردیم به اون نکته که شما اشاره کردی، یعنی تو بحث قبض و بسط دارم امثال هم، آیا اسلام واقعیش ناشناختنی است؟ و پس اگر ناشناخته نیست، شما از کجا میگید این صحیح هست آن صحیح نیست؟ توی این مباحث من به صراحت نشون دادم ایشون چه تناقضاتی، دکتر سروش رو دارم میگم، چه تناقضاتی در کلامش هست. کتبن باش قید شما رو کتاب و صفحه اخیرا گذاشتم، بنده 7 ماه مجموعه کتابایشون رو خوندم، 34 تا کتاب نوشتم نگاه کردم از رو هوا، با اینکه هر زمان قبلا اینا رو شنیده بودم یا خونده بودم، مقدماتش رو به دقت خوندم، ارجاع هم دادم که ببینید بر اساس آنچه که خود شما اینو گفتی این نتیجه به دست میاد. آقای دکتر سروش در مقدمه قبض و بسط تئوریک شریعت در سال 1369 نوشته است که ما برای حل ثابت و متغیر 3 رویکرد داشتیم. ادعی میگویند تمام دین هرچه به عنوان دین دست ماست، به عنوان اسلام ما ثابت است، سنتی ها. ادعی میگویند همش متغیر است، کل دین متغیر است، متجدد است. میگه این کاری است که غربیان انجام دادن. سوم، راه ما روشنفکران احیاگران است، بیان ایشون، که ما باید دین ثابت را از معرفت دینی متغیر جدا کنیم. و بعد اظهار نظر فرمودن که اون دو راه اول، یعنی تمام دین را ثابت دانستن یا تمام دین را متجدد و متغیر دانستن، نهایتش رسیدنش یک جا بیشتر، یک مقصد بیشتر نداره و آن بیدینی است. توی گیومه عبدالکریم سروش. خب سال 1169، سال 1178
وقتی بحث تجربه نبوی رو نوشته ایشون، اونجا نوشته من قبلا گفته بودم که دین ثابت است، الان میگویم همه صفاتی که قبلا در مورد معرفت دینی گفته بودم الان در مورد خود دین، خود دین توی گیومه، خود دین جاری است، یعنی خود دین اصری است، خود دین متغیر است، خود دین تابع معارف بشری است، خود دین غیر قدسی است، خود دین تاریخی است. خب من او عبارت رو آوردم گفتم طبق فتوای سروش 69، سروش 78 به بعد بیدین محسوب می شود. خودش گفته بیا دفاع کنه. اگه من گفته بودم این فتوای من نبود، بیا دفاع بکنه ببینه چی گفته. وقتی تو میگی همه دین در تجدد است، همه دین یعنی کتابش میشه خوابنامه و بعد سنت پیغمبرش هم میشه امر شخصی تابع شخصیت بشریش، خب خودت گفتی اینا تجدد، این معناش این است، حلش چیست؟ و بعد اگر همش متجدده خب تو از چی داری دفاع میکنی؟ دیگه بین دین و معرفت دینی هیچ فرقی نمیمونه، همش در تغییر است. سال عصری من اون زمان آبان 1190 اووردم، ویدوش هم گذاشتم، شماره ثانیه و دقیقش هم گذاشتم، ریپین قرآن پژوه سکولار آمریکایی در پنلی که ایشون هم حضور داشت، بندم شرکت داشتم، از ایشون پرسید وقت همه حرفا رو در مورد بحث تجربه نبوی اینها زد، ترجمه کتابی که به انگلیسی ترجمه شده بود، گفت بسیار خوب، اما اینا که شما میگه به چه دلیل خودت رو مسلمان میدونید؟ آندرو ریپین شماره دقیقه و ثانیه‌اش هم اونجا نوشتم، برید مطالعه بفرمایید، جوابم اونجا هست، خودتون به انگلیسی هر دوش همه رو گوش کنید. خب قانع کننده نیست، یعنی این که ببینید ما این حرفا را که میزنیم دیگه شما به پیامبر قانع نیست، شما پیامسازی درست کردی به نام محمد ابن عبدالله. پیامبر یعنی پیام رو از خدا میگیره به من و شما میده، اما از 78 به بعدی پیامبر نیست، پیامسازه، اشکال ندارد، بگو پیامساز دیگه، اسم پیامبر رو چرا میبری؟ ببینید هسته سخت یعنی اینا، یعنی اگر کسی وارد دین سازی شد، به قول مطهری اسلام سرایی شد و هر چیزی میگی میگه که این اسلام است، خب من پرسیدم آقای دکتر سوش اینا به چه دلیل اسلام است؟ وقتی ما میگیم اسلام یعنی یه چیزی از کتاب و سنت باشه، آقا کتاب ما میگه محمد تابع وحیه، تو میگید نه خیر وحی تابع محمده، خب اینا تو کتاب ما ننوشته، کتاب ما یه چیز دیگری داره میگه. دقیقا این بحث من دا گذاشتم که بگم آقا هسته سخت اسلام دقیقا خلاف چیزی که داریم میشنویم، اسمش هم گذاشته یه برچسب میذارید اسلام، بسیار خوب. اونجا هم گفتم برای اینکه کسی هیچ سوء استفاده نکنه، هر کسی که میگه مسلمانم مسلمان است، خودش میدونه خدای خودش. بحث من در مورد قوله، این قول از 78 به بعد اینها اسلام نیست. اسلام چیست؟ این که میگه اسلام قابل شناخت نیست، تعارفه. من گفتم تقرب به اسلام واقعی ممکن است، چرا؟ برای که کتاب دست ماست، هممون میخونیم، میفهمیم، میخونیم با همه تفسیرهای مختلف میتونیم بیایم بگیم این یعنی چی. سنت معتبر پیغمبرم فل جمله دست شیعه و سنی هست، میتونن بگن چیش ناشناخته. این نسبیت مطلقی که شما داری بعدش دفاع میکنی تذبذبیست، اومدی بین اشعریگری و معتزلیگری همه رو نشون دادن دیگه، تو سه چهار تا کتاب رفت، یه جا شده معتزله، یه جا شده نو معتزله، یه جا شده اشعری، اینا باید یه جا بیاد جواب داده بشه دیگه. من حرفامو زدم، ایشون بیاد جواب بده، شما میتونید گوش بکنید، قانع کننده بود بپذیرید، قانع کننده هم نبود رها کنید، تموم شد رفت. بله بحثای حسه سخت اسلام برای این که من بگم اسلام واقعی قابل شناختن است، شناختش هم ایناست که دارم ذکر میکنم، اجزایش هم ایناست، هر کی فکر میکنه نیست دلیل اقا میکنم. برای شناخت اینم گفتم بله تخصص لازم دارد، اما تخصص شرط لازم است، شرط کافی نیست. لذا اون حرفایی که اون آقایون زدن میگیم به این دلیلی اشکال رو دارد. آقای جوادی آملی فرض کنید زمانی که داره حکومت ولایت فقیه تایید میکنه بگیم آخه شما اشتباه میفرمید، اما وقتی داره تفسیر قرآن میکنه خب مثل بقیه مفسرین گوش میکنه، کجاش اشکال داره؟ یا خیلی راحت به شما بگم حرفایی که مصباح یزدی میزنه تو حوزه عصر قرآن عبدالکریمش روز قابل پذیرفته تر است. برای چی؟ برای که سازگارتر است.
اشکال مصباح یزدی توی قرآن شناسیش نیست. اشکال مصباح یزدی وقتی است که تطبیق بر سیاست میکنه، اونجا اشتباه میکنه. همین روزا منتظر باشی مقاله من در مورد سال در گذشت آقای مصباح مقاله نوشتم. اتفاقا آقای سروش هم سخنرانی کرده، بعد دفتر آقای مصباح شاگرداش اومدن به همه ما جواب دادن و توش یه حرفای زدن. حالا بخشش که مربوط به منه، من میخوام بهش بپردازم و جواب بدم. انشاءالله اونجا رو مطالعه بکنید ببینید. به هر حال بنده قائل به تبعیض هستم در مورد همه علما، کما اینکه در مورد آقای دکتر سروش هم گفتم، تفکیک کردم، گفتم آقا سروش متقدم خیلی حرفای حسابی زده، بندم بسیار از ایشون بهره بردم، خدا حفظشون بکند و به عزتشون بیفزاید. جلسه 14 مباحثم در توصیف و تقدیر از سروش متقدم است. مطالعه بفرمایید. فکر نمی کنم کسی تا کنون این مقدار از آقای دکتر سروش تعریف کرده باشه، تعریف دقیق علمی کرده باشه. جلسه 15 هم گفتم آقا سروش متأخرم اشکالات رو دارد، این انتقادات هم من بهش دارم. بنابراین تقدیر به جای خود، انتقادم به جای خود، کما اینکه آقای مصباح یزدی حرفای حساب زیاد دارد، حرفای ناحساب هم که وقتی است که رفته در حوزه سیاست. من اونجا تو همون فلواق نقدی که در زمان درگذشت ایشون نوشتم به نام مصباح خشونت و استبداد دلش نوشتم، گفتم ایشون از همگنان خودش فلسفه مشاه رو بهتر میکنه و شاگردش بود. هیچ ابایی هم ندارم بگم، نوشتم هم اونجا، درسایی هم که ازش گرفتم اونتا غیر مستقیم بوده، اونا رو نوشتم، گفتم بهتر از دیگران تدریس میکرد. واقعا تعلیقه نهایی آقای مصباح یزدی یکی از بهترین کتب فلسفه اسلامی معاصر است. آدم باید حق مطلب رو بگه. گفتم ای کاش ایشون وارد سیاست نمیشد، ای کاش پابوسی نمیکرد. اینها نابخشودنی است، خدا ببخشایدش، به خود خداست. اما توی مسائل علمی اینها رو از هم جدا میکنیم. حالا من در مورد آقای سروش گفتم، در مورد آقای مصباح گفتم. خب ببین، همین آقای سروش آقای مصباح سال 60 پشت یه نیمکت با هم نشسته بودن و مارکسیست ها مباحثه میکردن. بس اوها کارش خوب بود، بس میبینیم تفکیک میکنیم دیگه. بنده نوشتم یکی از خدمات آقای عبدالکریم سروش کاراش تو شورای انقلاب فرهنگی بوده، ستاد انقلاب فرهنگی بود، برخلاف چیزی که دیگران گفتن. گفتم از علوم انسانی دفاع کرده، از علوم تجربی دفاع کرده، این سطوت مارکسیستا رو شکسته. گفتم اینا خدمتی است که کرده. در مقابلش از وقتی وارد اصلاح خود دین شده به یک جای دیگری رفته. این خلاصه عرایض من تو اون جلسات که شما اشاره کرد. را اگر بازم سوالی دارید بفرمایید، من در خدمتم. خیلی متشکرم آقای دکتر. البته من اکثر اون جلسات رو شنیدم و یا خوندم، بیشتر جهت اینکه این قضیه تفکیک بشه، یعنی روشن‌تر بشه اون مطلبی که به مبحث ما مربوط هست، عرض کردم سوال رو. البته سوال و بحث که زیاده، ولی خب برای اینکه بقیه دوستان هم که سوال دارن بتونن سوالشون رو بپرسن، از آقا سجاد خواهش میکنم که سوالشون رو بفرمایید. سلام علیکم آقای دکتر. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتین و همچنین مباحث خیلی خوبی که مطرح کردین. من سوالم بیشتر توی شاید تو حوزه تئوری هستش. برای اینکه تعریف کنیم هسته سخت اسلام چی هستش، آیا نیازی نیست یک جور اجماع تئوریکی وجود داشته باشه؟ مثلا فرض کنید در باب مثلا احادیث، اینی که چه حدیثی صحیح هست چه حدیثی غلط، مثلا سندش صحیح هست سندش غلط هست، الان خب چند نوع فکر مختلف هست و تقریبا هر مرجع تقلیدی یا هر عالم دینی که وارد بحث میشه میشینه یک نظر میده این حدیث مثلا درسته این حدیث غلطه. مشکلی که وجود میاد این هستش که مثلا فرض کنید اعتقادات به نظر میاد که بخش از اون هسته سخت اسلام هستش. مثلا فرض کنید شما در ایرادایی که میگیرید و میگید که مثلا زیارت جامع کبیره و اعتقاداتی که داخلش بیان شده نباید مثلا الزاماً به عنوان اعتقاداتش کافی نیست برای اینکه مثلا به عنوان اعتقادات شیعه پذیرفته بشه، با وجودی که مثلا سند صحیح داره مثلا زیارت جامعه. در این حال مثلا آقای جوادی آملی مثلا من چیزی که دیدم مثلا میگن که احادیث دیگری هستش که این موضوع رو تقویت میکنه و به تواتر میرسونه. پس اون اعتقادات میشه مثلا اون مواردی که توی زیارت جامعه هست جز اعتقادات شیعه میتونه قرار بگیره. این یه موضوع خیلی اساسی هست تو حوزه تشیع برای مثلا من به عنوان یک شخص، و
و من نگران این هستم که ما این بحث به اینجا برسه که ما به تعداد علمای شیعه هسته سخت اسلام هم خواهیم داشت. برای اینکه این مشکل نداشته باشیم چیکار باید بکنیم؟ بله، تشکر، سوال بسیار خوبی، ممنون که وارد جزئیات هم شد. اتفاقا لازم این ابهامات مطرح بشه و من همه اینا رو اشاره خواهم کرد، کما اینکه یه اشارات اجمالی هم اگه توجه کردید هم امروز کردم بهش. ببینید، اجماع تئوریک صرفا در مورد اصل توحید و اصل معاد و اصل نبوت داریم، یا در مورد امامت در بین شیعیان، بله در مورد اصلش اجماع داریم، یا در مورد اصل عدالت اجماع داریم. اما این رو میخوام بحث بکنم که موارد دیگه، مواردی که ذکر کردم، همین 10 موردی که ذکر کردم، گفتم یه سطحیش که اتفاقا اتفاقی هست، اینها بدون تردید جز هسته سخت اسلامه، اما یک مواردی است که اختلافی است و لذا باید بحث بکنیم. نهایتا من اونجا میگم این به نظر من جز هسته سخت اسلام است، اینا مخالفش هستن. نمیخوام هم چیزی رو بپوشونیم که خیلی موارده، ببینید هم توحید مثلا جای دوری نمیرن، مثلا در مورد 4 جور توحیدی که گفتم فقط در مورد اولی و چهارمیش بین مسلمانان اتفاق نظر است، یعنی توحید ذاتی و توحید عبادی، اما در مورد توحید صفات و توحید افعالی اختلاف نظر شدیدی بین اشاعره و معتزله و در این سمت شیعه و معتزله یه سمت، اشاعره اون اشاعره و دیگر مذاهب کلامی اهل سنت اون طرف، خیلی هم با هم متفاوته. خب اینا رو میخوام چیکار کنیم؟ من اینا رو فقط مطرح میکنم، میگم تا در این حدش اتفاقی است، میتونیم بگیم جزء هسته سخت اسلام است. این مواردش که اختلاف نظر است، خب اختلاف ها وجود داره، نمیخوام کسی را از اسلام خارج کنیم. من در مورد مسلمانی افراد بسیار ساده گیرم، هر کی گفت مسلمانم مسلمان است، آخرت میدوند، خدا به ما ربطی نداره. بحثامون این در مورد خودمون میخوام بگم، یعنی شما اگه از من بپرسید درست کدومشه، میگم این هاست. اگه میخواد عمل کنید یا باور داشته باشید این رویششه، به دیگرونم کار نداریم، اختلاف نظرامون. اما در مورد سند احادیث، ببینید یه اشتباهی که صورت میگیره تو همین مباحث، فکر میکنن که تنها راه اعتبار حدیث بحث سندش. خب این من قبول ندارم، یعنی بنده خیلی از احادیث صحیح و سند رو نامعتبر میدونم، خیلی صریح هم میگم، دلیلم دارم، مشخص میگم، این حرف من نیست. در خود تفکر سنتی هم روایاتی است که صحت سند دارن اما علما بهش عمل نکردن و اتفاقا میگن این روایاتی که علی رغم صحت سند سند فتوای علما قرار نگرفته، حتما یه اشکالی توش بوده که ما نمیدونیم اشکال چیه، ولی این قرینه میشه، تصریح میکنن آقا سندش خوبه اما هم ازش اعراض کردن. اعراض علما دلیل این است که قرینه میشود که صحت سند به درد نمیخوره. خب این بلا سنتیش گفتم. در روش مدرن ببینید، من خودم به روش تاریخی مدرن باور دارم و اون رو تو صحت توی حدیث سنجی، اعتبار سنجی حدیث هم به کار میبرم، مال خودم هم نیست، به نظرم شیخ مفید هم همین کار میکرده. بحث از سند یکی از مؤلفه‌های اعتبار حدیث است، نه تنها مؤلفه من. مثلا یک عالمی رو بسیار شما مثال میزنم، یکی یادم میاد به نام مرحوم محمد تقی تستری شوشتری، صاحب قاموس الرجال، خب علمای معاصر هم بوده، یعنی دوره خود حیات بنده ایشون زنده بودن و یادم کیهان فرهنگی اون شماره های اول با ایشون مصاحبه کرد، هستش میتونید مراجعه بفرمایید. یک کتابی دارد به نام الاخبار الدخیله، اخبار دخیله، این اخبار جعلی، یعنی اخباری که توش دست بردن راه. باور میکنید ما توی اصول کافی روایت داریم که میگه امامان شیعه 13 تا هستن؟ اگه ایشون نگفته بود من نرفته بودم نیده بودم باور نمیکردم. روایات تحریف باور میکنه توی اصول کافی هست؟ خب برخی از اینها می ذکر میکند، بعد ایشون رفته یکی یکی بررسی کرده اشکالاش پیدا کرده. صرف این که روایتی صحیح بود، یادت باشد هیچ دلیل بر اعتبارش نیست، دلیلی نیست که پیغمبر یا ائمه فرموده باشد. گاهی وقتا ما بسیار قرینه تاریخی داریم که مضمون این روایت قطعا کذب است، یعنی مثلا اصلا این واقعه در اون سال اتفاق نیفتاده، ما یه سال دیگری است، این فرد در اون زمان زنده نبوده،
هرچی سندش درست باشه میگیم بابا اشکال تا اشکال اصلا امکان وقوع نداره حرف و مواردی از این قبیل. البته اعتبار سند یکی از مؤلفه هاست و نه تنها مؤلفه و اون موارد دیگه تو متنش خیلی مهمتره. بعدم اختلاف نظرم اونقدر جدی نیست که شما فکر میکنید، یعنی تو مباحث اصلی به خصوص مباحث اعتقادی ما اتفاق نظر جدی داریم، حتی با همین علمایی که فکر میکنیم علمایی نمیدونم بنیادگرا و فلان و بهمان هستن، خب خیلی افکارمون مثل همه، تو عمل که میرسه مشکل پیدا میکنیم. اختلاف نظر آنچنان نیست، من به عنوان کسی که با این مباحث آشنا هستم دارم براتون میگم. اما در مورد زیارت جامعه کبیر، بله آقای جوادی که چی، آقای مرحوم آقای منتظری هم تو کتاباشون اینو فرمودن، من با اطلاع از این که اینها این رو فرمودن بازم میگم نه من به اعتقاد ندارم. چرا؟ اون که میفرمان بله روایات دیگه در این متواتر هم. من تو همه روایات متواترش هم اشکال دارم، این روایات غلات ساختن. برید کتاب غلو آقای نعمت الله صالحی نجف آبادی رو مطالعه بکنید، غلات دستگاه کارخانه حدیث سازی داشتن، حدیث رو برات درست کردن. اون کتاب سیری در منابع اعتقادی من رو بخونید، من 4 تا مقاله جدی در حوزه الهیات شیعه دارم، دوستانی که مایلن برن اونا رو بخونن با سند و مدرک و مقاله کاملا آکادمیک هم هست، سیری در منابع اعتقادی شیعه بعد از علمای ابرار نوشتم اون رو. بعد اونجا آوردم که 4 جور حدیث درست شده، یکی از اینها برای اطلاع شما جالب است، احادیث با سند، یعنی سندش هم جعلی است نه فقط متنش، آمدن روایت مثلا کتاب روایت یک صحابی بزرگواری مثلا زرارت ابن عیان رو گرفتن، از صحابی درجه یک امام باقر و امام صادق بوده، گفتن که میخوان از روش یادداشت بکنیم، راوی داده به دست اون صحابی غالی، نمیدونستم که این غالی، این شب رفته توی اون کتاب دفترچه آقای زراره مثلا روایت وارد کرده که این مال زراره نیست، اما دقیقا با همون سندی نوشته، سندم براش نوشته که روایت قبلی و بعدیش هست. و حالا ما میبینیم میتونیم کشف بکنیم که صالح نجف آبادی اومده و اینا رو استخراج کرده برخیش که تونسته، یا یک کتاب رو برداشته حدیث های خیالی، احادیث خیالی در مجموع البیان که از یک جعفر ابن محمد است که علمای بعدی فکر کردن جعفر ابن محمد است، علی محمد ابن علی یعنی امام صادق است که نیست، یادم دیگری است و خیلی روایت است. خلاصه به شما بگم مسئله خلوف در تشیع مسئله بسیار جدی است و بعد از قرن دوم به بعد اتفاق افتاده، یعنی تدوین کتب روای شیعه بعد از سیطره غلات نوشته شده، حتی کافی. این که برای شما اونجا آوردم، اونجا گفتم که ببینید روایات کتاب الحجه کافی، کتاب الحجه یعنی کتابی که در آن درباره نبوت و امامت صحبت شده است و حدود 950 تا این حدودا روایت دارد و اونجا آوردم گفتم با حدیث شناسی محمد باقر مجلسی، نه حدیث شناسی خودم که مرآت العقول است که اون اومده احادیث رو به لحاظ سندی بررسی کرده، با حدیث شناسی او بیش از 3/4 کتاب روایات کتاب الحجه فاقد اعتبار سندی هستند، بیش از 3/4 عدداش اونجا آوردم. لذا اینکه استاد بزرگوار من جناب آقای جوادی فرمودن متواتر است، بله درست فرمودن، اگه اینجوری باشه روایات تحریف قرآن هم متواتر است، تواتر میپذیرید؟ بعدم فرمودن آقای مجلسی فرموده گفته اگر کسی این تواتر رو نپذیرد هیچ تواتری در عالم اسلام و تشیع وجود نداره. این که بهتون میگم متخصص باید بره سراغ اینا اینجا هست، مرداش هم نیست که هر متخصص حرف حساب زد، برای خودم من ملاک دارم میدونم که آقا کسی که ادعای تحریف قرآن میکنه این نشسته داره کشتی رو سوراخ میکنه. خب اینا همش بهش خواهم رسید اگر عمری باشه و توان خدا توفیق داد، به این مباحث خواهم پرداخت.
در مورد حدیث حدیث جامعه هم، زیارت جامعه هم جداگانه نوشتم. بله من بهش اشکال سندن و دلالتا اشکال دارم و معتقد هستم این مانیفست شیعه غالی است. نوشتم، حالا پروفسور دوست داره میپذیره، دوستم نداشت میره کنار. موارد دیگه هم هست، حالا اینا رو مونتا اینقدر بمبارانم کردن متوقف شد. بعد بلافاصله اومدن، هنوز بنده رو منتشر نکردم، به عربی ترجمه شده، کتابش هم اومده بیرون، 3 تا کتاب ملیش نوشته شده. هنوز تو کشور خودم امکان چاپ مطالبم رو در این زمینه نداشتم. شما به صفحه نقد و بررسی علمای ابرار تو سایت هم مراجعه بکنید، ببینید چند تا کتاب و چند ده مقاله نوشته شده در این زمینه. و بعد حالا انشاءالله وقت من ادامهش بدم. عرضم تموم شد. خیلی ممنون از لطفتون. خواهش میکنم. خیلی متشکرم دکتر. احمد آقا، آقای پورقادری، اگر سوالتون رو بفرمایید ممنون میشم. سلام عرض میکنم. خیلی استفاده کردم آقای دکتر مثل همیشه از فرمایشات شما. این مجموعه سوالاتی که فرمودید، ای کاش که ما تو این سالیان در واقع اینا رو بخش عمده آموزش دینی که دیدیم، چه تو سیستم رسمی آموزش پرورش، چه تو هزاران ساعت غیر رسمی پای منابع رو اینها، به این موضوعات با یک روی کرده عقلانی و علمی پرداخته شده بود و امروز شاهد این حد از عقلانیت در جامعه دیندارمون نبودیم که تو ایام کرونا این روی کرده غیر عقلانی رو ببینیم، هم از هیئت‌هایی که در واقع جنبه‌های سیاسی داره کارشون، هم از هیئت‌های سنتی مذهبی. من سوالم یک سوال کاربردی است با توجه به ضرورتی هم که داره عرض می‌کنم. ما مواجهیم با دوستانی که تو همین ایام هم به عنوان یک فرد مذهبی و یک فرد دیندار شرکت می‌کنن توی این مراسمات. عرض کردم بخشی از اون دوستان که معتقدن که این اتفاق کرونا بخشی از یک برنامه جامعه کنترل جمعیت جهانیه و نمیدونم صهیونیست ها دارن مدیریتش میکنن و از ماها قبل اصلا منکر وجود خود ویروس بودن، الان که جلو چشمشون مردم از بین میرن طور دیگری توجیه میکنن که با ترس سطح ایمنی مردم اومده پایین و چه و چه، اونا رو میذارم کنار. من که WHO رو میگن یک سازمان اینجوری و اونجوری و همه چیز رو سیاسی میبینن و ای کاش میشد بهشون گفت که قطعا همونقدر که ما از اعتماد به غرب ضربه خوردیم، از بی‌اعتمادی به غرب که منجر به بی‌اعتمادی به علم شد هم ضربه خوردیم، خیلی بیشتر همون زمانی که ویروس وارد کشورهایی شد که حاکمیت‌های آگاه داشتن، از چین خارج شد، کشورهایی که حاکمیت‌های آگاه داشتن مراقبت کردن، ما با اون بی‌اعتمادی افراطی که نسبت به همه موضوعات داریم و همه چیز رو تو همون فضا تحلیل میکنیم، ما جدی نگرفتیم و بعد هم همینطور دستورالعمل‌های سازمان بهداشت جهانی. و تا امروز من چون در واقع سنگاپور توی یکی از مجموعه های کنترل کووید مشغول هستم، با اطمینان عرض میکنم که این آمار فوتی های ایران تا 1/5 قطعا قابل کاهش بود، تا 1/5 قابل کاهش بود اگر سیاست گذاری درستی می شد. از همون اول هم تلاش این بود که این تجربیات منتقل بشه از کشورهایی که چون روز اول کرونا نیست خیلی از مسائل ناشناخته باشه. نهایتا سوال من این هست که در مواجهه با اون دوستانی که مذهبیان، هیئت‌های مذهبی میه سنتی میرن تو اصفهان زیادن، ما هیئتی داریم که بیش از 1000 نفر مخاطب داره و سخنرانش هم سیاسی نیست، بعضن در واقع مشکلاتی هم دارد با حاکمیت، اما به شدت معتقدن که ما هر چه که اهل بیت بگن دقیقاً همون باید عمل بشه، فلان حدیث رو در رابطه با عدسه داریم پس ما مثلا همون کار رو میکنیم، در رابطه با این چیز اینو نداریم مثلا نمی کنیم این کار رو. من همین قبل از جلسه شما هم در واقع بحث رو به خانواده ها کشیده میشه، بعد تو خانواده ها منجر به بی اعتمادی به دین میشه، یعنی ما الان تو خانواده مثلا دعا
دوتا جوونو داریم، حالا اون سخنران از 10 تا حرف 8 تا حرفش هم درسته، ولی با این موضع‌گیری غلط در واقع بچه ها بی اعتماد میشن به کل این داستان. و ما اینو خیلی، حالا دریافت من اینه که ما خسارت اصلی که داریم میخوریم این فوتی نیست، این خیلی خسارت بزرگی است، اما بی اعتمادیه به مردم به امر دین، اونجایی که حاکمیت باید تصمیم درست بگیره میاد از صحیفه سجادیه مثلا توصیه میکنه، اینا خسارت های خیلی عمیق‌تری داره. نهایتا من اول عرضم میخواستم این موضوع رو بگم، گفتم به خاطر وقت نمیگم، ولی دل از دستم رفت. ما از شما ممنون داریم، امیدواریم که این روی کرده شما توسعه پیدا بکنه، افراد متعددی تو همین فضا حرکت بکنن. مردم تو بحث دینداری بی پناه شدن. من محقق نیستم، من یک فرد عادی جامعه هم، یه زمینه یه تخصصی دیگری دارم و میبینم که همه این دکان ها مشکلاتش به نوعی یکی از نعمتهای کروناست که عیار حاکمیت ها رو مشخص کرد، عیار عالمان دینی رو مشخص کرد. نهایتا میخواستم خیلی تشکر کنم و انشالله معجور باشید، ما صمیمان دعاگو و قدردان هستیم. معدود جلساتی است که امیدوار میشیم و انشالله که سالم باشید و توفیقات روز افزون داشته باشید. به این دوستان، اگر ما از زندگی اهل بیت بتونیم یه سری شواهدی بگیم که خود اهل بیت عاقلانه زندگی میکردن مخصوصا تو حوزه پزشکی، شاید مفید باشه. اگر نوشته ای در این رابطه دارید یا مطلبی هست، خیلی ممنون میشم اگر بفرمایید. خیلی ممنون و التماس دعا. محبت فرمایید. نکات خیلی خوبی اشاره کردید، خدا بهتون توفیق بده. ببینید الحمدلله این از علمای معاصر، مراجع معاصر، آقای سیستانی، آقای شوبری زنجانی، آقای بیات زنجانی، حالا در مرتبه دیگه نا اشاره کردن. اتفاقا دیروز بود، پیروز بود، همینجا به من میگفتن آقا برید به اینا بگید بگن. گفتم گفتن، گوش نمیکنن. شما فتوای آقای سیستانی رو الان ببینید، به دوستان بگید بالاخره اینا هم درد دین دارن. گفته که آقا اگر قبلش در مورد کرونا پرسیده از ایشون، برید به سایت ایشون مراجعه کنید، فارسی، عربی، انگلیسی. گفتند، من که هم اولش گفتم، هم اولی که در مورد کرونا وارد شد مصاحبه کردم، اونجا همه این مواردی که شما الان مورد نیازتون هست اونجا اشاره کردم. آقا پیغمبر خدا به ائمه کاری نداریم. خب وقتی کسالت مرض موتشون پیش اومد، پزشک یهودی براشون آوردن. این دیگه با فایزر آمریکایی چه فرقی میکنه؟ یا امیرالمؤمنین وقتی ضربت خوردن، مگه پزشک براش نیاوردن؟ خودشون خود ائمه میرفتن پیش، وقتی بیمار میشدن هم خودشون میرفتن پیش پزشک میگفتن حکیمون زمان، هم دیگرون رو گفتن. بعدم توی آیات، روایات، اینا همه به جای الا ماشاءالله این مسائل هست. من فکر میکنم اگر با همون مثلا روحانی که اونجا داره صحبت میکنه قبل شما آشنایی داشته باشید، اینها رو حداقل با فتاوای علمایی که مورد نظر خود آقای خود اون آقا هست بگه شما از کی تقلید میکنی؟ من از همو برات فتوا بیارم. همین دیگه نمیخواد که خودت بری سراغ کتاب و سنت. فتوای علما اینه، میگن که اون چیزی که ثواب داره در الان برگزاری مجالس عزاداری است، اما نگفتن برگزاری فیزیک مجالس عزاداری. آقا مجالس عزاداری رو به شکل مجازی هم میشه برگزار کرد. فرمودن اگر شما یک علم سیاه بزنید در خانتون و بیشتر برای خودت، برای زن و بچه خودت روزه بخوانی، یا یک کسی داره میخونه اینو پخش بکنی، این همه ثوابش شما بردی. اما یکیش فیزیکی باید بری به اصطلاح اینجا فیس تو فیس، صورت به صورت، از کجا در آوردی؟ بعدم ضرر قطعیه. ضرر قطعی یعنی این که وقتی این نوع دلتای کرونا، ویروس کرونا آمده و امکان جهشش از زمانی که فرد بگیره تا زمانی که بمیره گاهی به 24 ساعت نمیرسه، خب این احتمال ضرر قطعی است. وقت شما برید اونجا میخوای ثواب ببری
کباب میشی، هم خودت از بین میری، هم عده زیادی رو، تو ضامن و معاقبی، یعنی آخرت هم بری فردا یقت رو میگیرن. تو چرا باعث شدی مردم دیگر از دنیا برن؟ اینا چیز دینیه، دین اینا رو هم میگه. ببینید در مورد، حالا من اینا رو نوشتم به خاطر این جلسه به تاخیر افتاد، در مورد کرونا تحقیق کردم که آقایون چی فرمودن، کیا رفتن گزار. ببینید رهبر کشور که خودش میگه که وقتی بهش میگن آقا بیا قرنطینه بکن، میگه من متخصص نیستم. احسنت آقا، مگه تو قصه واکسن چیز هستی؟ متخصص بودی که اومدی گفتی که واکسن این وارد نکنیم، اون یکی رو بریم سراغش، بریم واکسن چینی و روسی بگیریم، اما واکسن آمریکایی انگلیسی نگیریم. چون همونطور که شما تو قرنطینه به تسریع خودت متخصص نیستی، خب تو واکسن هم میگفتی متخصص نیستم. وقتی پزشکایی که رفتن اظهار نظر کردم و همه رو نشستم خوندم، یعنی در آوردم که میخوام چیزی بنویسم مستند باشه، خب یه عدهشون مثل این آقای مرندی، مثل این آقای نمکی اسم میبرن، مثل این آقای مخبر که حالا شده معاون رئیس جمهور، چیزم نیست، متخصصم نیست، آقا سازنده ویروس واکسن برکت هست مثلا، آقا اومدن یه گزارشی دادن همش غلط از آب در اومده. رهبر کشور بر اساس گزارش‌های غلط تصمیم غلط گرفته است. این تصمیم غلط به کشته شدن جان نزدیک 190 هزار ایرانی تر انجامیده است. اگر کمتر نباشه بیشتر هست حتما. خب فردا ضامن هستید یا نیستید؟ خب مجلس خبرگان که نمیتونه از شما سوال کنه. مجلس شورای اسلامی هم شده بله قربانگو. خب کی باید از شما سوال کنه؟ مطبوعات هم که تا چیزی بنویسن تعطیل میشن. و واقعا اینا جای سوال دارد یا نداره؟ میگه مرگ بر اسرائیل. اسرائیل الان کشور شماره یک تو دنیا در مبارزه با کرونا، از آمریکا هم جلوتره. حالا بشینه بگو مرگ بر اسرائیل. اگه هنری داری ایران رو باید به صورت یک کشور نمونه در می آوردی که همه بیان از ایران تقلید میکردن، این بهتره یا کاری که اونا کردن؟ بعدم میگید حرفای زدی، میگه اینا میخوان بیان روماش آزمایش بکنن. آقا بنده خودم اینجا واکسن فایزر زدم، توی رئیس کمپانی فایزر یه ترکه، ترک مسلمانه، اسمش هم هستش، بکنی پیدا بکنی. خب واکسنش میگن از همه واکسن ها درصدش هم پیدا کردن تجربی بهتره. حالا تو جلو اینا گرفتی، بعدم 7 ماه گذشته بدون هیچ توضیحی، حالا که مردم دارن کرور کرور کشته میشن، هیچ کاریش هم نمیشه کرد تا اطلاع ثانوی حتی 30 میلیون دوز واکسن هم وارد بکنی تا 1.5 ماه دیگه تغییر ایجاد نمیکنه. متخصصین فن میگن. وقت مقابل این یه سری پزشکای دیگه مثل دکتر ظفرقندی، مثل دکتر فاضل، مثل دکتر معین، اینا که من میشناسم، شخصا میشناسمشون، اینا همون روزی که آقای خامنه ای اومد گفت ممنوع، به رئیس جمهور حسن روحانی نامه زدن که آقا مطابق موازین پزشکی از هر جا میتوانید واکسن وارد کنید. نمیتونستم دیگه، خلاف تو ایران زندگی میکنند، صریح‌تر از این بگن. حالا حرف اونا درست در آمده؟ حرف اون گروه اول پزشکان، پزشکان درباری که گزارش نادرست دادن، گزارش ایدئولوژیک دادن و رهبر به اونها اعتماد کرده، غلط در اومده. حالا بیا درستش بکن. و هر خانواده، ببین چند خانواده الان عزادار شده. در مورد غرب شما پرسیدید، ببینید یک کتابی هست، من توصیه میکنم پیدا کنید بخونید، نویسندش از آقای دکتر عبدالهادی حائری، اسم کتاب هست آشنایی با دو رویه تمدن غرب، استعمار و علم. میگه غرب هم رویه استعماری داشته و داره، به نظر بنده هم رویه علم داشته و داره. خب ما نمیتونیم به خاطر این که اینها اون رویه اول رو دارن اون رویه دوم رو انکار بکنیم. اینا رو باید از هم تفکیک بکنیم. مشکل در ما در رهبری کشورمون اینه که فقط این رویه استعمار و استکبار رو گرفته، که غلط هم نیست، سر جای خودش هم درسته، اما رویه دوم رو داره انکار میکنه. کی آمده منکر چیز شده؟ منکر این که شما به واکسن داخلی بسازید، بسازید خدا پدرتون هم بیامرزه، اما حالا چون دارید واکسن داخلی میسازید جلو واکسن خارجی رو بگیرید، بعدم اینقدر بگیرید تا دولت عوض بشه، حالا که دولت عوض شد واکسن رو وارد کنید، آزاد کنید. یعنی رقابت‌های محلی و جناحی اینقدر زیاد به قیمت جون مردم. بعدم یه مافیای درست شده، معلوم نیست این پول این واکسن داخلی به جیب کدومتون داره میره.
چیزی که دیگه من سرم نمیشه واردش نمیشم و میخونم وجود داره اینا. واقعا به شما بگم اون چه که در قضیه واکسیناسیون در ایران اتفاق افتاد فاجعه است، و از بالاترین مقام تا این بدترین وزیر، که انصافا بگم بدترین وزیر تاریخ جمهوری اسلامی آقای وزیر بهداشت. نمیتونی اقلا این حرف چاپلوسانه رو نزن، دل رهبر بهش درد بیاید. آقا دل مردم رو داری، مردم رو میکشی، تا میخوای نمیخوای بگی دل رهبر به درد بیاید؟ چه حرفایی داری میزنی؟ به هر حال این که شما گفتید بله اینا وجود دارن. بهترین راه با خود این دوستان متدین وارد گفتگو شدن. اینجا هم داریم، خیال نکنید، تو آمریکا جالبه، اینجا واکسن هست، نزدیک 46-56% نمیرن واکسن بزنن، برخشون رو اعتقادات مذهبی نمیرن بزنن. نو ایالت های جنوبی، فلوریدا و تگزاس و ایور و اوور، نرخ مردن بالا، هر روزم توی این سی ان ان و اینا دارن میرن باشون مصاحبه میکنن که رو تخت بیمارستان بگو آقا چرا واکسن زدی؟ میگه نه. توصیت چیه؟ برید واکسن بزنید، که اینا باور کنن دارن پول میدن. رئیس جمهور آمریکا اومده به دیار به فرماندارا گفته به هر که واکسن زد $100 بدید که برن واکسن بزنن. نمیزنن. ببخشید نمیخوام واژه رو به کار ببرم، که فقط تو ایران نیست، اینا همه جا تو اسرائیل هست، میونه این مذهبیاش، تو کره جنوبی هست، اینا که مستند دارم میگم، تو پاکستان هست، تو آمریکا هست. متاسفانه حماقت مذهبی، جهالت مذهبی یکی از ادله گسترش کرونا است تو همه جای دنیا، تو کشور ما همینطوری. و دیگه نمیدونم چجوری باید جلوشون رو گرفت اینا دیگه. اگه حرف مراجع رو گوش میکنن، یادمه به من گفتن، گفتم ببینی اینا دوره آقای بروجردی میگفت آقای روزهای دروغ نخونین، گفتن آقا ما 364 روز مقلد شما هستیم، یه روزم شما مقلد ما باشه. گوش نمیکنن، میگه اون روز ما میخوام هر کار دلمون خاص بکنیم. خب بسیار خوب، اینا کار خداپسندانه نیست، اینا شهواتی است که شما به عنوان دینداری دارید از خودتون بروز میدید. روزه، عزاداری، سینه زنی، که خود مراجع تقلید میگن آقا این جور روزه خوندن و سینه زدن مطابق موازین مذهبی وهن مذهب است و نادرست. و هر روز بردارن یه فیلمی از این عزاداری ها بردارن توی رسانه ها منتشر بکنن، چه ضربه ای شما دارید به با هر سینه که دارید میزنید یک ضربه به امام حسین وارد میشه. شما قاتلان امام حسین هستید، نه محبان امام حسین. دوستیتون با اهل بیت دوستی خاله خرسه است، دارید آبروی اهل بیت رو میبرید. با میارن سر کلاسا میاد میگن که شیعه اینا هستن، مشتی آدم جاهل نادان که باور نمیکنن، فکر میکنن که همونطور که اینجا میگه جیزس نمیذاره عیسی مسیح، مگه ممکنه کرونا بتونه تو کلیسا بیاد؟ اون آقای نادون هم میگه مگه تو دستگاه امام حسین مگه ممکنه کرونا بتونه کاری بکنه؟ بس رحمت بفرمایید. یک روز امروز 628 هم آمار دولتش همینجا چی بده؟ با آدم نادون که نمیشه استدلال کرد. ببخشید. خیلی متشکرم آقای دکتر. دکتر ما یه پرسشگر دیگر هم داریم، نمیدونم شما وقت دارید یا خیر. پرسش ایشون اگه کسی هستن بله. جناب آقای قامی اگر تشریف دارید بفرمایید. ظاهرن ایشون نیستن چون که دستشون رو بالا بردن، الان هم آنلاین هستن ولی مثل اینکه صدای ما رو نمیشنون. آقای قامی اگر تشریف دارید صدا رو میشنوید، سوالتون رو بفرمایید، وگرنه که ما دیگه انشالله جلسه رو به اتمام ببریم. حالا آقای تو حالا ایشون اگر حالا برسن یا نرسن، شما فرمودید اینو میخواستم عرض بکنم خدمتتون، تمام اخباریون شیعی عملا دیگه نیستن اینجوری که از صحبتتون متوجه شدم، ولی خب من الان احساس میکنم بعضی از کسانی که توی کشور یه سری تصمیمات رو میگیرن به خصوص تو خراسان و اینها کم از اخباریون ندارن اونجوری که حالا علم ضعیف بنده میگه، اصلا نحوه تصمیم گیری و نحوه دستوراتی که میدن دقیقا شبیه اخبارگریه دیگه، دقیقا همون چیزی که فقط همون کلامی که گفته شده عین کلام باید پیاده بشه. مثلا من اینجوری احساس میکنم اخباریون تازه زنده شدن شاید. بله خود اخبارگری، ببین اخبارگری دو موج داشته، موج اولش دوره شیخ صدوق اینا بودن
که شیخ مفید مثلا اون نقده که بر علیه استادش نوشته در تصحیح الاعتقاد، فی الواقع داره تفکر اخباری رو نقد میکنه، تو اون اخباری معتدلی است اون زمان. بعد موج دوم که الان مورد نظره توسط محمد امین استرآبادی دوره قاجار هست، اینا قرن دهم یازدهم دوازدهم. بعد مرحوم وحید بهبهانی بزرگ اصولیون شروع میکنه با اینا مبارزه کردن و اینا رو عملا از صحنه حذف میکنه، صحنه علم حذف علمی میکنه. مثلا بحثشون این بوده که آقا الکافی کافن لو شیعتنا، که کتاب کافی کافیه برای شیعه ما. ایشون به صراحت میگه آقا هر روایتی تو کتب اصول اربعه از جمله کافی هست دلیل بر صحتش نیست، باید مورد بررسی سند قرار بگیره و وایسادن سرش. اصلا این بحث اجتهاد تقلید کار اصولیونه، اخباری ها اجتهاد رو قبول ندارن، میگن همه باید برن خودشون سراغ روایات و هرچی میفهمن از روایات عمل بکنن. این قرآنیون به اصطلاح اسلام قرآنی ما هم سیشی به اخباری هستن، میگن همه باید برن سراغ قرآن، تخصص مخصص یخ نمیخواد اصلا سراغ، احتیاج بهش نیست. این حالا بعد از کار وحید بهبهانی به لحاظ علمی اخباری ها بعد حذف شدن، اما بقایای فکرشون تو همین امروز وجود داره. کسی حاضر نیست جرئت نمیکنه بگه من اخباری ام، اما بقایای فکرشون هست. این که حالا میگه خراسان تو قمم هست، یعنی همه جا یه مقاله من ربع قرن قبل نوشتم تو کتاب دفتر عقل آمده، عقل و نقل از دیدگاه محدث و حکیم، فی الواقع محدثش آقای مجلسیه، حکیمش هم آقای طباطبایی صاحب المیزان، در متن و حاشیه بهارالانوار اونجا در این زمینه بحث کردم، یعنی همین اخباری های اینجا. این خراسانی آقای علم الهدا که احتمالا مورد نظر شماست، ایشون معاون آموزشی دانشگاه امام صادق بود، من هم اونجا تدریس میکردم دهه 70. پره ایشون رو پره بنده خورده، کاملا ایشون بنده رو میشناسه، بنده ایشون رو کامل میشناسم. و خلاصه بله ایشون به لحاظ فکری آدم بسته است و عملا برمیگرده به اون بقایا. نه ایشون آدم اصولیه به لحاظ نظری، اما به لحاظ عملی مشکلش بسته بودن فکری هست و مشکلاتی که درست کرده. ببینید الان بدترین استانهای ما، کرونا در ایران از مذهبی ترین شهر قم شروع شد، الان بدترین شهر ما مشهد مذهبی ترین شهر ما. همین سیاست از امثال آقای علم الهدا پیش گرفت. این که وقتی میگه تابوت کم اومده، آقا شوخی نیست، خجالت داره واقعا. شما اومدید دنیای مردم رو آباد کردید، قبرستونا رو آباد کردید، میگه قبرستونا جا ندارن، چهار طبقه شده. من دیروز برخی بستگان از دنیا رفته بودن تو بهشت زهرا، میگه الان تو شهرداری داره آسمون رو میفروشه، توی بهشت زهرا دارن قعر زمین رو میفروشن. چهار قبر چهارم حسابش بکن چقدر داد بکنن، جا نیست. قبرستون داره پر میشه، بیمارستان ها پر. شما نگاه کن رفتن تو راه رو، تختای توی راه رو هم پشت رو زمین خوابوندن. میگه دیگه جا نداریم، دستگاه اکسیژن نداریم. آخه چه جور مملکت اداره کردن مملکت؟ بله متاسفانه این جور موارد هست. اگر امکان حسابرسی بود، وقت بهش میگفتی توی که رفت تو خطبه نماز جمعه این حرفا رو، این اراجیف و این حرفای بی پایه رو، این تصمیمای نادرست رو گرفتی تو و اون که بالا سر دستت هست، چه به سمت مملکت آوردی؟ وقت آقایی که شده رئیس کردنش رئیس جمهور، میره کاری نمایشی انجام میده تو این صف و تو اون صف، آقا نخواستی میری تو صف، برو بشین تصمیم بگیر. فقط همه چیز بازدید سرنزده، همیشه هم رادیو تلویزیون حاضر. آخه چه جور سرنزده که همش رادیو تلویزیون هم هست، همش کاری نمایشی داریم میکنیم. بگذاریم، اینقدر حرف زیاده، من نخواستم وارد مسائل سیاسی بشم، خودم محدود کردم به همین مباحث اعتقادی و دینی. ولی اینقدر واقعا این حرفای بی ربطی که این مسئولین زدن فراوان است که آدم نمیدونه که چه کار بکنه باشه، گوشم که نمیکنه. ببخشید. خیلی متشکرم آقای دکتر، واقعا استفاده کردیم مطالبی هم که فرمودیم. من فکر میکنم تقریبا به اتفاق دوستان همه درگیری ذهنیشون هست، چه کسانی که ایران هستن چه کسانی که خارج از ایران هستن. و خب عزیزی میگفت که یک دست غیبی هست انگار تمام این کشورهای فارسی زبان رو میخوان
کلن انگار از صحنه روزگار محو بکنه، چه افغانستان چه ایران، با این اتفاقاتی که داره میفته. انشالله که خدا خودش رحم بکنه به همه ما. یه جو عقل بده، یه جو عقل بده، فعلا دنیا میخوام عقل بمون بده، هم اینجا هم اونجا. انشالله. ممنونم از وقتی گذاشتین آقای دکتر. امروز خیلی بیشتر از زمانی که بود شما زحمت کشیدید و لطف کردین. ممنونم ازتون. امیدوارم که ما بتونیم جلسات آینده در خدمتتون باشیم. اگر امر فرمایشی دیگه ندارید که انشالله جلسه رو خاتمه بدیم. منم از صبر و تحمل شما سپاسگزارم، از همه التماس دعا دارم. انشالله به همه خانواده‌هاتون توصیه بکنید این توصیه‌های ایمنی رو واقعا جدی بگیرن، که ما بیش از این عزیز از دست ندیم و عزادار نشیم. با امید خدا. روز و شب خوبی داشته باشن همه عزیزان. تا جلسه بعد انشالله. خدا بزه همه.